جلیل روشندل استاد علوم سیاسی از سیاتل آمریکا با ما همراه هستن. آقای روشندل وقت شما بخیر. به نظر میرسه لحن مقام‌های آمریکایی در هفته‌های اخیر درباره گفتگوهای احیای برجام منفی‌تر شده. در حال حاضر صحبت‌های بیشتر حول عدم دستیابی به توافق می‌چرخه تا تفاهم دو طرفه در این زمینه‌ها. واقعا چنین تغییری به نظر شما رخ داده و اگر این اتفاق افتاده چرا؟ با سلام. بله، تغییر لحن که قطعی هست، ولی به نظر میرسه که تغییر لحن ناشی از تصمیمی است برای تغییر مسیر گفتگو که احتمالاً میتونه به نتایج نامطلوبی برسه. از جمله اینکه در واقع آمریکا ایران رو به زیاده خواهی متهم میکنه، ایران آمریکا رو به زیاده خواهی متهم میکنه. ایران خواهان این استش که بیش از 500 نفر فرد و نهاد دولتی و سپاه از جمله بیت رهبری از تحریم هایی که مربوط به برجام نیستن خارج بشن از لیست، در حالی که متقابلا آمریکا هم از ایران میخواد که در مورد مسائل موشکی و پهبادی و مسائل منطقی و حمایت از گروه های نیابتی در واقع حاضر به مذاکره باشه. اما مجموعه اینا از یک طرف، از طرف دیگه جابجایی قدرت در ایران، سخنانی که رهبری در جلسه خداحافظی با آقای روحانی گفته و اون چه که در حاشیه آمدن آقای ابراهیم رئیسی ما میشنویم، همه اینها باعث شده که این جهت مثبت به منفی تغییر پیدا بکنه. آقای روشندل، شما هم به صحبت‌های آقای خامنه‌ای اخیراً اشاره کردین در دیدار با اعضای دولت. به نظر میرسه که حالا طرف ایرانی هم چندان به نتیجه مذاکرات خوشبین نیست. بله، طرف ایرانی خوشبین نیست، در حالی که موقعی که این مذاکرات شروع شد و در طول مذاکرات و 6 جلسه‌ای که در وین پشت سر گذاشته شد، رهبری در دقیقه به دقیقه نتایج مذاکرات قرار داشت، یعنی حاصل مذاکرات رو اطلاع داشت و هر قدم با تایید قدم قبلی. آقای روشندل، فکر میکنم ما در صدای شما مشکل داریم. شما صدای ما رو دارید؟ بله بله، یک صدای دیگری اومد توی برنامه. خب عذرخواهی میکنم، مشکل تکنیکی بوده. بفرمایید، ما صدای شما رو داریم. بله، به نظر میاد که در واقع در طول 6 جلسه‌ای که در وین تشکیل شد، رهبری در جریان دقیقه به دقیقه مذاکرات قرار داشت و به طور یقین هر جلسه با اطلاع از نتایج قبلی و تایید رهبری پیش رفته. اما در نهایت وقتی که روی اون جزئیاتی که در جواب سوال اول اشاره کردم تفاهم صورت نگرفت و به خصوص ایران حاضر نشد در مورد مسائل منطقه‌ای خودش حتی قبول بکنه که بعد از احیای برجام صحبت و گفتگویی رخ بده، این قضیه به سمت منفی رفت و سخنانی که رهبری به شخص آقای روحانی گفت نه تنها مایوس کننده بود، بلکه کاملا برخلاف اون اقداماتی بود که روحانی با اذن و اجازه با رهبری در طول مدت انجام داده بود. آقای روشندل، از اون طرف امروز خبر شورای حکام همکاری خلیج فارس رو هم داشتیم که در بیانیه خاصه توجه به فعالیت‌های ایران در منطقه شده. موضع‌گیری کشورهای منطقه چقدر میتونه بر روند گفتگوها تاثیر بذاره؟ کشورهای منطقه در واقع در دو مسیر حرکت میکنن. اتفاقا این بیانیه خطابش به ایران هست، نه به آمریکا. یعنی فشار به آمریکا نمیاره، بلکه از ایران میخواد که حمایت از تروریسم و گروه های نیابتی یمن و سوریه و عراق رو در واقع ازش جلوگیری بکنه و در واقع به بهبود روابط منطقه‌ای کمک بکنه. در گذشته نسبت به برجام ابراز ناخشنودی کردن به احیای برجام. به هر صورت اون بخشی که فشار به آمریکا میاره یک فشار ملایمی است که در نوع خودش نمیتونه جلوی برجام رو بگیره، چون دولت آقای بایدن تصمیم داره که به مسئله برجام به عنوان یک مسئله خلع سلاح نگاه بکنه. اما میبینیم که علارغم این که ایران نگران
تطویل مذاکره بود، حالا آمریکا از ادامه بیدلیل مذاکره به نرسیدن به نتیجه در واقع ناراضی است و داره اخطار میده. سپاسگزارم از شما جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی از سیاتل، مهمان ما بودید.